درود بر شما. میخواییم یک مدار خیلی جالب رو با هم بررسی کنیم. این مدار از دو تا رله ساخته شده. کارش اینه که با فشار دادن این دکمه وضعیت خروجی بین روشن و خاموش تغییر میکنه. یه مدار ساده است ولی خیلی باهوشه. چیزی شبیه کلید دو حالت است، اما فقط با یه دکمه. خب مدار آماده است. اول تستش میکنم و بعد شماتیک اونو براتون میکشم. دو تا رله در اینجا وجود داره. رله اول و دوم به این شکل به هم مرتبط شدن که یک مدار فلیپ فلاپ رو تشکیل بدن. خروجی مدارم یک LED گذاشتم که وضعیت خاموش و روشن بودن مدار رو نشون بده. من میخوام 12 ولت به مدار متصل کنم. منفی به منفی، مثبتم به مثبت. خب LED روشن شد. دکمه رو فشار میدم. خاموش شد. دوباره فشار میدم. روشن. به صدای رله دقت بفرمایید. مدار داره وضعیت خودش رو با هر بار زدن دکمه تغییر میده. پس یه بار روشن میشه، یه بار خاموش. خب حالا که دیدیم مدار چجوری کار میکنه، بریم شماتیکش رو بررسی کنیم. خب این شماتیک این مدار. برای اینکه وقتی ویدیو گرفته نشه، من شماتیک رو از قبل کشیدم. ما اینجا دوتا رله داریم. یک رله اینجاست و یک رله اینجا. ما در هر رله یک بوبین، یه پای کام، نورمالی کلاوز و نورمالی اوپن داریم. این پای کامه که وسط قرار گرفته، نورمالی کلاوزه که وقتی بوبین خاموشه پای کام بهش چسبیده و این نورمالی اوپن. پس اگر رله رو من در این حالت قرار بدم، این دوتای اول میشن بوبین، این پای کامه، این نورمالی اوپنه و این نورمالی کلاوز. این بوبین رله اوله که من اینجا قرار دادم و این بوبین مربوط به این رله میشه. این دکمه فشاری که به دوتا کام متصل هست، وقتی فشرده بشه رله دوم فعال میشه. همین اتصال ضبطدری که شما اینجا میبینید باعث میشه مدار دو حالت پایدار داشته باشه. مثل یک حافظه کوچیک داره رفتار میکنه. اول اتصالات رو براتون شرح بدم. این رله برخلاف رله های معمولی چند تا خروجی داره. در این رله ما 4 تا خروجی داریم. تو این رله ها ما در اینجا یک خروجی داریم. این پایه وسط کامه، نورمالی کلوز و نورمالی اوپن. وقتی ولتاژ وصل بشه از اینجا، از این مسیر میرسه به کام رله دوم. این رله خاموشه. بس جریان از اینجا میرسه به نورمالی کلوز. بس من این LED رو نورمالی کلوز و نورمالی اوپن قرار دادم. دلیلش اینه که از این مسیر ما ولتاژ منفی رو داریم. بس LED روشن. حالا در اینجا پایه کام اول و پایه کام دوم به عنوان کلیدن. نورمالی کلوز از اینجا اومده رو نورمالی اوپن. نورمالی اوپن برای بخش اول اومده رو پایه کام. پایه کام اینجا متصل به نورمالی کلوز وقتی رله خاموشه، از این مسیر داره ولتاژ میگیره. نورمالی اوپنش به گراند متصله. مدار خیلی راحتیه، فقط به اتصالات دقت بفرمایید. حالا وقتی من این کلید رو فشار بدم، این بوبین ولتاژ میگیره، کنتاکت ها جابجا میشن و همین باعث میشه رله دوم فعال بشه. بار بعدی که دوباره این دکمه رو بزنم، دوباره کنتاکت ها برمیگردن سر جاش و مدار برمیگرده به حالت اول. یعنی هر بار با فشار دادن دکمه، مدار بین وضعیت خاموش و روشن جابجا میشه. به همین خاطر به این مدار میگن فلیپ فلاپ یا لچ بار رله، چون وضعیت آخر خودش رو تا فشار بعدی دکمه حفظ میکنه. حالا مسیرهای جریان چطور بود؟ یکیش که اینجا بود، از این مسیر وارد بوبین میشد، میومد در اینجا. وقتی دکمه رو فشار بدیم این بوبین فعال میشه. پس این کنتاکت میاد اینجا و مسیر دوم از این مسیر حرکت میکنه، میاد اینجا و از اینجا برمیگرده به منفی. حالا من LED رو کجا گذاشتم؟ بین نورمالی کلوز و نورمالی اوپن. فقط یک نکته در اینجاست. اگر بخوایم به جای LED از یه بار قوی تر مثل لامپ یا یه موتور کوچیک استفاده کنیم، حتما باید از کنتاکت های جداگانه رله استفاده کنیم. ما نباید تغذیه بوبین رله با تغذیه بار رو یکی در نظر بگیریم، چون بار جریان زیادی میکشه و ولتاژ بوبین رله افت میکنه و دیگه رله نمیتونه درست عمل کنه. پس تغذیه بوبین رله باید جدا باشه تا رله بتونه به صورت پایدار عمل کنه. حالا میخوام همین کار رو انجام بدم. یعنی میخوام یک بار بهش متصل کنم تا ببینم رله میتونه اون رو قطع وصل کنه یا نه. ولتاژ بوبین رو وصل میکنم، منفی به منفی، مثبت به مثبت. من باید تغذیه روشن کنم. حالا میخوام یک لامپ رو متصل کنم.
مثل این. ما باید از کنتاکت های دیگه استفاده کنیم در اینجا، یعنی میخوام تغذیه رو جدا کنیم. بس از یک منبع تغذیه، حالا میتونه 12 ولت باشه، 220 ولت باشه، فرقی نمیکنه، چون این بخش جدا هست. یکی به پای کام میدیم، یکی به نرمالی کلوز یا نرمالی اوپن، بستگی به روشن و خاموش شدن داره. الان من میخوام 12 ولت از منبع تغذیه دوم به این لامپ متصل کنم. این منبع تغذیه دومه. منفی رو میدم به کام، مثبت رو وصل میکنم به لامپ. گیره سوسماری به طرف دوم لامپ. حالا میتونم به نرمالی کلوز بدم یا نرمالی اوپن، بستگی به شماست. میدم به نرمالی کلوز که با LED روشن خاموش بشه. حالا تست میکنم. به خاموش و روشن شدن دقت بفرمایید. حالا برعکسش میکنم. این دفعه میدمش به نرمالی اوپن. برعکس شد. خب همونطور که مشاهده فرمودید مدار خیلی نرم و بدون لرزش کار میکنه با دو تا رله و یه دونه کلید فشاری. شما میتونید برای کنترل نور، فن، قفل برقی و یا هر چیزی که فکر میکنید از اون استفاده کنید. من در اینجا 12 ولت گذاشتم، شما میتونید در اینجا از 220 ولت هم استفاده کنید. اگه بیاد داشته باشید من همین مدار رو به کمک ترانزیستور قبلا ساخته بودم، اسمش بود قفل نرم یا سافت لچ. لینک ویدیو رو در بخش توضیحات براتون میذارم. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.